استاد، هر هفته اعمال ما به محضر امام زمان ارواح الله الفدا عرضه میشه؟ بله، لباسی داریم که در هر هفته دو بار اعمال ما دوشنبه و پنج شنبه ها بر امام عرضه میشه و امام از اعمال خوب ما شدت خوشحال میشن و دعا میکنن، از اعمال بد خدای نشاید بد ما ناراحت میشن، غصه میخورن که چرا باید پیروان اهل بیت یا انسان چرا باید این کار بد انجام بده. همه انسان ها یا نه شیعه همه فرق نمی کنه، نه برای همه انسان عرضه میشه بر امام زمان، چون واسطه فیض همه هست، فقط شیعه که نیست. منطقه نسبت به شیعه یک توجه دیگه هست، توجه خاصه که شاید مثلا هر لحظه این توجه باشه. امام زمانتون توقیشون به مرحوم اون آخرین چیزش به مرحوم شیخ مفید بود ظاهرا که فرمود که ما یک لحظه از توجهمون نسبت به شما قطع نمیشه، اگر قطع بشه دشمن یه لحظه شما رو باقی نمیذاره. پس این روتینش همینه که هفته دو بار دوشنبه و پنجشنبه، اما اون سعی وجودی که امام داره، اون مقام جمع الجمعی که امام داره طوریست که هر لحظه که اراده بکنه هر نه انسان هر موضوعی در هر جای عالم که میخواد اتفاق بیفته اون میتونه اطلاع حاصل بکنه، چون اون فراتر از این زمان و مکان و این چیزها. این بس وجود نوری امام هست، بس وجود ملکوتی امام هست، نه این وجود ناسوتیش. درسته، این وجود مادی و خاکی نه، اون وجود ناسوتی امام سعی وجودی داره، مقدم بر زمان هست، مقدم بر مکان هست، بنابراین با اون وجودش محدودیتی نداره. ببین مثلا اینجا رو میبینه، جای دیگه رو نمیبینه. چنانچه مثلا جبرائیل وقتی که با اون وجود حقیقیش بر پیامبر ظاهر میشد، پیامبر هر جای عالم رو نگاه میکرد جبرائیل میدید، این جبرائیل کل عالم رو پر کرده بود. یا حضرت عزرائیل در آن واحد بخواد در اقصی نقاط عالم هزاران نفر رو قبض روح کنه، همه جا حضور داره و قبض رو یک نفر رو از جای دیگه باز نمیداره. این مقام استلام میشه مقام جمع الجمعی، یا من لا یشغله سمع عن سمع، لا یقلته سؤال عن سؤال، لا یبرمه الحاح الملحن. این اون مقامه. بر حسب این مقام که مقام ملکوتی و مقام نوری امام و اون وجود نوری امام هست، او سعی وجودی داره و در آن واحد میتواند همه افراد رو حالشون رو ببینه، کجا هستن، چی. این محدودیت ها برای امام نیست. امام رضا علیه السلام وقتی داشتن تشریف می آوردن ایران، نیشابور بود ظاهرا، تو راه خلاصه یک فردی مرده بود، امام از پیاده شدن و رفتن تشییع جنازه کردن، بعد هم از کنم که رفتن کنار جنازه و بهش گفتن دیگه غصه نخور، ناراحت نباش با اون مرده که اینها. بعد همراه امام سوال کرد آقا جان شما که تا حالا اینجا نیومدید، این آقا رو شناختیش؟ شما که اینجا اصلا نیومدید، بار اولی که اینجا میاد، این آقا رو شناختی؟ ما فرمود بله، ما هر روز شما رو از شما خبر داریم، هر لحظه از شما خبر داریم، کاملا میشناسمش، از شیعیان ما بود و رفت بهشت. بله، اینها این سه وجودشون بر این اساس درست. من تا اون که در باید داره اون روتین، حالا روتین رو من نمیدونم فارسیش چی بگیم، هر روز مرتب، اون که مثلا چیز هست دائمی هست و برنامه ریزی شده هست، بر اساس برنامه همون هفته دو روز. خب این هفته دو روز به چه شکله؟ مثلا از نگاه ما اینه که یه برگه رو یه دفتری رو میارن نشون میدن، نه نه نه، به چه شکله؟ همون که عرض کردم، هم عمل ما ملکوت عمل ما رو ما میبینه، هم وجود ملکوتی، ولی نه بخواد ناسوتی باشه، بخواد یه برگه رو نگاه کنه از برگه دیگه باز میمونه دیگه. وقت چقدر باید اعمال ما در روز چند جلد کتاب میشه؟ یعنی یک لحظه شاید به همه بله افراد عالم، بله مثل اینکه مثلا نامه اولش وقتی به دستش میدن، از کنم هر روز اگه بخواد نوشته بشه یا تایپ بشه اینها، هر روز ما چند جلد کتاب از افکارمون، از اون حالات قلبمون، از اعمالی که انجام میدیم چند جلد کتاب میشه. از این جنس نیست. امروز این تکنولوژی که مثلا همین موبایلی که شما نگاه میکنید، اگر مثلا 100 سال پیش بهش میگفتن که یه جعبه کوچیک انقدری است به اندازه 100 تا کتابخونه توش یا 1000 تا کتابخونه توش هست، به اندازه مثلا فرض کنید که هزاران شهر توش تصویر هست، فیلم هست، اصلا باور نمی‌کردی مگه میشه هزاران نفر اینجا باشن توی این جعبه کوچیک، هزاران نفر، هزاران صوت، مثلا صدها هزار جلد کتاب همه توی این جعبه کوچیک. اما امروز برای ما چیه؟ خیلی آسون هست. حالا اون از این جنس هم نیست، کلا از جنس مادی نیست، مادی نیست که بخوادیم محدودیت‌ها رو داشته. خیلی ممنون و متشکرم.